به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی از دیگر از ویدیوهای کانال جنرال پلاس خوش آمدید. آجی محمد محقق از موضوع جنرال دوستم، یعنی اعلام حکومت موازی به رهبری دکتر عبدالله عبدالله در صورت اعلان نتیجه تقلبی حمایت میکنیم. همچنان اعلامیه حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به رهبری محمد محقق در حمایت از موضوع قانونی جلالت مآب استر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در مورد اعلام نتایج احتمالی انتخابات 6 ماه میزان سال 1398. هموطنان عزیز، خواهران و برادران، همان گونه که در جریان می باشید، انتخابات ریاست جمهوری در 6 میزان سال 1398 برگزار شد. از همان آغاز معلوم بود که این انتخابات مثل انتخابات پارلمانی با چالش ها و بی‌نظمی های زیاد روبرو است و عمدترین چالش ها همان تقلب و به عبارت دقیق تر خیانت برای مردم است. کمیسیون انتخاباتی عمدن پروسه را از مسیر اصلی و قانونی خارج کرد و نتایج انتخابات را با زیر پا گذاشتن قوانین و طرز عملهای سری و واضح انتخاباتی به نفع یک تیم برنامه ریزی و سازماندهی کرد و شفافیت انتخابات که اصل بنیادی است را از بین برد. رهبری تیم ثبات و همگرایی بارها هشدار دادند که کمیسیون از مسیر اصلی خود خارج شده و نتیجه انتخاباتی را آلوده کرده و می خواهد نتایج را به صورت تقلبی و به نفع یک تیم انتخاباتی اعلام نماید و متاسفانه دیدم که همین کار را هم کرد. در اعلام نتایج پیشرو، اگر لجاجت قوانین انتخابات را نقص نماید، بدون شک کشور به بحران می رود. عواقب این بحران و مسئولیت های تاریخی آن به دوش کمیسیون های انتخاباتی می باشد. با توجه به همین نگرانی ها، در تاریخ 24 دلو سال 1398، جنرال صاحب دوستم معاون اول رئیس جمهور و یکی از رهبران تیم ثبات و همگرایی دیدگاه خیش را در مورد اعلان نتیجه تقلبی اعلام داشتند. جنرال صاحب طی بیانیه تاکید روی شفافیت انتخابات کرده و هشدار داد که هرگز نتیجه تقلبی را نمیپذیرد و در صورت اعلام نتایج بدون شفافیت و با تقلب، تیم ثبات و همگرایی به تفاوت نمیشیند و دولت مثل خود را اعلام می نماید. حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان تاکید می کند که اگر نتایج به صورت تقلبی اعلام شود، هرگز نتیجه تقلبی را نمیپذیرد و یک جا با تیم ثبات و همگرایی تمامی اقدامات لازمه را انجام و در این راستا از موضوع اصولی محترم استر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری نیز قاطعانه حمایت میکند. و السلام علیکم. حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، 27 دلو سال 1398، رهبر استاد محمد محقق. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب نمایید.